همزمان گزارش شده که هلال احمر جمهوری اسلامی هم دومین گروه امداد و نجات تخصصیش رو به همراه وسایل و تجهیزات جستجو و نجات برای کمک رسانی به این کشور اعزام کرده. رسانه‌های داخلی ایران هم تصاویری از حضور اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه در یکی از مراکز خدمات رسانی جمهوری اسلامی به زلزله زدگان در حلب سوریه منتشر کردند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با عمر الشغری فعال حقوق بشر سوری و ازش درباره وضعیت در اون کشور و اینکه چرا با وجود حضور خبرنگاران زیاد در ترکیه اطلاعات کمی از وضعیت سوریه در دست هست پرسیدم. Like you can see, the media has spread what's going on in Turkey. The same thing is happening in Syria. همانطور که می‌بینید رسانه‌ها آنچه را که در ترکیه می‌گذرد پخش کردند. در سوریه هم همین اتفاق افتاده. در سوریه بیش از 2000 نفر در اثر زلزله جان خود را از دست دادند و همچنین ما مجروحان زیادی هم داریم. اما تفاوت سوریه و ترکیه در این است که ترکیه مجهزتر است برای رسیدگی به فاجعه، گرچه هنوز هم این مسئله بسیار چالش برانگیز است. ما با برادران و خواهران خود در ترکیه به خاطر از دست دادن هزاران کشته و مجروح و ویرانی‌های بسیار بعد از زلزله همدردی می‌کنیم. اما اینجا در سوریه ما زیرساخت و تجهیزات از جمله وسایل نقلیه نداریم که تیم‌های امدادی بتوانند از آن استفاده کنند. ما عمدتاً وابسته به نهادهای محلی هستیم، مانند کلاه سفیدها که با توجه به کمبود تجهیزات کار فوق‌العاده‌ای انجام می‌دهند. این موضوع که کودکان بیشماری در این فاجعه جان خود را از دست می‌دهند بسیار دلخراش است. اما صحنه‌های زیبایی هم وجود دارد، مانند وقتی که کودکی که فقط چند دقیقه از عمرش می‌گذشت نجات داده می‌شود. همان کودکی که مادرش زیر آوار او را به دنیا آورد به لطف قهرمانانی که تصمیم گرفتند با وجود تمام خطرات به زیر آوار بروند، چون جان مردم در سوریه مانند کشورهای دیگر نیست. در حالی که شما در حال نجات مردم هستید، رژیم شما را با هواپیما بمباران می‌کند. 5 دقیقه قبل از شروع این گفتگو پیامی در شبکه‌های اجتماعی دریافت کردم که می‌گوید عمر، رژیم سوریه با هواپیما افرادی که در حال تلاش برای نجات مردم زیر زمین هستند را بمباران می‌کند. این یک فاجعه بزرگ است. رژیم معمولاً از تاکتیکی استفاده می‌کنه که یک منطقه رو بمباران می‌کنه و منتظر می‌مونه تا افراد برای نجات بیان و سپس اونها رو دوباره بمباران می‌کنه. این وضعیت الان در سوریه در جریانه. از این فعال حقوق بشری درباره وجود درخواست‌های مردمی درباره باز کردن و راحت‌تر کردن مسیر تردد مردم و کالاها در مرز با ترکیه پرسیدم و اینکه آیا کمک‌های بشردوستانه می‌تونه وارد این کشور بشه. خوشبختانه اکنون 3 مرز باز داریم. مشکل مرز باب الهوا که رایج‌ترین آن است این است که زلزله جاده‌ها را ویران کرده، بنابراین آنطور که باید کار نمی‌کند. با این حال هنوز محدودیت‌های خاصی هم وجود دارد. اگرچه مرزها باز هستند اما برای همه چیز باز نیستند. اولا کمبود کمک وجود دارد. هیچ کمکی وجود ندارد که از ترکیه وارد سوریه شود. متاسفانه جامعه جهانی برای تأمین کمک‌های مورد نیاز مردم در محل سریع عمل نکرد. مورد دیگر این است که ترکیه اجازه می‌دهد اجساد سوری‌های کشته شده در زلزله ترکیه به سوریه وارد شوند، اما به سوری‌های مجروح اجازه ورود به ترکیه برای درمان نمی‌دهد. همچنین کمبود غذا و پتو و سرپناه برای 100,000 نفر وجود دارد. با توجه به اینکه هوا خیلی سرده و برف می‌باره، مردم نمی‌تونن همیشه بیرون باشن. این مسئله اوضاع را از مردم زیر آوار برای آنها بدتر کرده. از طرف دیگه اکنون بیش از 60 ساعت از وقوع زلزله گذشته و مردم هنوز زیر آوار هستند. این افراد یخ می‌زنند. از عمر الشغری همینطور پرسیدم آیا باید کمک‌های ارسال شده برای مردم زلزله زده به رژیم اسد داده بشه و اگر اینطور باشه اونها از این کمک چه استفاده ای میتونن بکنن؟ So the aid could be distributed in multiple ways. Firstly, using the cross. می توان کمک ها را به روش های مختلف توزیع کرد. اولا با استفاده از مرزها. مشکل اینجاست که سازمان های مردمی نمی توانند به مناطق تحت کنترل رژیم بروند، زیرا با خطر دستگیری از سوی رژیم مواجه هستند. رژیمی که اگر آنها را دستگیر کند تا سرحد مرگ شکنجه می کند. با این حال این یک حقیقت است که برخی کمک ها نه همه آنها باید به دولت برسد تا از طریق آنها به افرادی که در مناطق تحت کنترل رژیم نیازمند هستند توضیح شود. با این حال تحویل کمک ها باید تحت شرایطی باشد، آن همین باشد که رژیم از این کمک ها به عنوان سلاح استفاده نکند.
زیرا سابقا رژیم کمک ها را می گرفت و می فروخت به مردم و گاهن کمک ها را به مردم می دادند، از آنها عکس می گرفتند و کمک ها را پس می گرفتند. بنابراین آنها معمولا از کمک به عنوان یک بازی سیاسی استفاده می کنند. آنها با گفتن این حرف که تحریم ها کمک رسانی را برای مردم دشوار می کند، می خواهند تحریم های سوریه را لغو کنند که درست نیست، زیرا تحریم ها چه از طرف اتحادیه اروپا باشد چه ایالات متحده برای کمک های نظامی و پزشکی استثناء دارند. بنابراین این فقط یک تبلیغات است که رژیم از آنها استفاده می کند. اگر رژیم از تحریم رهایی یابد چه می شود؟ کشورهایی که رژیم را عادی تلقی نکردند با پایان تحریم ها این کار را خواهند کرد. پس طبعا در ادامه رژیم مسئولیت بیشتری برای دستگیری و شکنجه افراد خواهد داشت. کشورهایی که رژیم را عادی تلقی نکردند با پایان تحریم ها این کار را خواهند کرد. پس طبعا در ادامه رژیم مسئولیت بیشتری برای دستگیری و شکنجه افراد خواهد داشت. فعلا ما بیش از 2000 زندانی سیاسی در سوریه داریم. این افراد در حال شکنجه شدن هستند. آنها در حال گرسنگی کشیدن هستند. چگونه می توانیم به رژیم اعتماد کنیم که بیش از 1 میلیون نفر را به قتل رسانده و شکنجه کرده و مردم سوریه را برای رساندن این کمک ها سالها گرسنه نگه داشته؟ ما نمی توانیم به چنین رژیمی اعتماد کنیم. We can't trust the regime.